هیلت <الله> tok... <متلا> <هی> رها کن آشقا دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با آشقا هم خانه شو هم خانه شو به نام خدا عرض سلام ادب و, و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم خوشحالیم و افتخار داریم که یک بار دیگر مهمان خانه های گرم شما دوستای عزیز شدیم از برنامه مکتب هادی دوستان عزیز به جلسه 21 از زبان و ادبیات دری رسیدیم عنوان درس امروز شما دوستان شعر تعلیمی است در حوزه دستور زبان یک مفهوم جدید را با هم ما و شما بررسی میکنیم تحت عنوان نشانه گذاری عزیزان جان در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما 2964 255 40, آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما هستیم عزیزان جان به برنامه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس نو شویم کار خانگی جلسه قبل رو با هم مرور کنیم خب در جلسه قبل گفته بودیم که اعداد توزیعی و اعداد کسری را تعریف کنید دو نوع عدد عدد توزیعی و عدد کسری گفتیم تعریف بکنید و مثال بزنید در حوزه زبان و ادبیات دری یک مفهومی داشتیم دوستان تحت عنوان چی تحت عنوان عدد عدد یک کلمه ای بود که برای شمارش کردن اشیا یا اشخاص به کار گرفته میشد حال عدد انواع داشت پنج نو داشت انواعش داد واقع برای یک تعداد را در جلسات قبل و قبلترش بیان کردیم در یکی را بیان میکنیم ولی دو نوی که در جلسه قبل برای شما بیان کردیم عدد توضیعی و عدد کسری بود حال می این دو مفهوم این دو نو عدد را با هم مرور کنیم و مثالهایش را بیان کنیم خب اعداد توزیع اعداد توزیع کدام اعداد بودن دوستان اعداد توزیع اعداد توزیعی در واقع او اعدادی بود که چیکار میکردن دوستان که معدود خود را شمارش میکردن اعدادی که اعدادی که مبتنی بر معدود بود و چی دوستان و از اعداد اصلی تشکیل شده بود درسته؟ اعدادی که در واقع ب... در برگیرنده معدود خود است ما یک عدد داشتیم یک معدود داشتیم او شیعی که او افرادی که عدد بر او منطبق می شد بر او قرار می گرفت تحت عنوان معدود از او یاد میکردیم حالا عدد توزیعی در واقع او اعداد اصلی را بین معدودها توزیع میکند تقسیم میکند تقسیم اعداد بین معدود به طور در واقع مساوی را تحت عنوان عدد توزیعی میگفتند مثلا نگاه کنید دوستان شما یک مقداری پیسه دارید یک مقداری پول دارید حالی پول و پیسه میخواید بین چند نفر تقسیم کنید تقسیمش رو چگونه بیان میکنید؟ باید به گونه توضیحی بیان کنید تقسیمی در واقع بیان کنید به طور مثال چی میگوییم؟ میگوییم مثالش به هر کدام سه سه هزاری رسید به هر کدام سه سه هزاری رسید حال میتونید بگید سه سه هزاری پیسر رسید او سه سه هزاری که میگویم دوستان نگاه کنید یک سه داریم یک سه هزاری داریم سه سه هزاری یعنی شما سه نفر داشتید بین هر کدام سه هزار تقسیم کردیم اگر همی را به طور اختصار به طور مختصر و خلاصه بخواهید بیان کنید میگوید که به هر کدام سه هزار رسید نگاه کنید دوستان این تقسیم شد بین معدودها ها پیسه شما و این تقسیم بندی را میگوییم اعداد چی دوستان؟ اعداد توضیحی خب عدد بعدی چیه؟ عدد بعدی دوستان اعداد کسریه اعداد کسری اعداد کسری چه نوع عددی است؟ اعداد کسری در واقع تقسیم یک عدد است که شما بخشی از او عدد را بیان می کنید. پس چی؟ پس عددی که بخشی یا قسمتی از عدد اصلی را بیان میکند پس هر زمانی اگر شما خواستید که یک عدد اصلی داشتید فقط یک قسمت یک بخش از او عدد اصلی را بیان کنید این میشود عدد کسری کسر میشود یعنی چی یعنی عدد کسری باید از نظر رتبه از نظر مقدار از نظر درجه نسبت به عدد اصلی که در واقع بیان کننده می باشد کمتر باشد چرا چون این عدد کسری بخشی از عدد اصلی شماست به طور مثال میگوییم که کتابی داریم به نام مسنوی معنوی مصنوی معنوی نوشته مولانا جلال الدین محمد بلخیس این کتاب در واقع 26 هزار بیت دارد که شامل شش دفتر است شش دفتر حالا اگه بگویم که دفتر اول مقدارش رو مشخص کنیم چی میگوییم؟ میگوییم که دفتر اول دفتر اول یک بر شش قسمت از مصنوی را در بر میگیرد یک بر شش یعنی چه دوستان؟ یعنی یک ششم وقتی شما میگوین یک بر شش یعنی چی دوستان؟ یعنی یک ششم از کل دفترها شش دفتر است یک بر ششش در واقع یک ششمش میشه چی؟ میشه در واقع مقدار عدد کسی کتاب شما خب عزیز و گرامی به درس جدید رسیدیم عنوان درس امروز شما یک مفهومی است تحت عنوان شعر تعلیمی میدانید که به طور کلی از نظر یک تقسیم بندی که تحت عنوان تقسیم بندی مضمون و محتوا است انواع ادبیات را به طور کلی به چهار دسته تقسیم میکنیم میگویم که ادبیات در حوزه بین الملل وقتی که بررسی شود تقسیم میشود به چهار شکل یا به چهار گونه شکل تقسیم می‌گرده خب این اشکال کدام است ادبیات تعلیمی است ادبیات غنایی است ادبیات نمایشی است و ادبیات حماسی است از انواع در واقع ادبیات که ما بررسی می‌کنیم اولین شکلش اولین نوعش تحت عنوان ادبیات تعلیمی یاد می‌شد که با یک شکل خاص از انواع ادبیات تعلیمی که شعر تعلیمی است می‌خوایم امروز ما و شما با هم آشنا شویم اول شعر را تعریف میکنیم میبینیم که شعر در واقع یک تعریف لغوی داره و یک تعریف اصطلاحی که ابتدا تعریف میکنیم معنایش را بیان میکنیم بعد اشکال و ابعاد و ویژگی های ای انواع شعر تعلیمی را برایتان شکل میدهیم در ابتدا میگوییم که شعر چیه دوستان شعر کلمه است عربی به معنای دانستن دریافتن و درک کردن یک کلمه که امروز خیلی کاربرد دارد میگوید شعور شنیدین از اون بارا شعور 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 میگوید این انسان انسان با است این انسان انسان باشعوری است زی شعور است یعنی چی یعنی درک دارد میفهمد و قدرت آگاهی دارد پس شعر که در واقع شعور از شعر گرفته شده به معنای چیست به معنای درک کردن به معنای در واقع فهمیدن و آگاهی یافتن است خب یک تقسیم بندی میکند در حوزه ادب کتاب شما و میگوید که انواع ادب در حوزه ادبیات دری به سه شکل تقسیم میگرده یا ادب نظم است یا نصر است و یا هم شعر است به طور کلی ادبیات در حوزه دری به این سه شکل تقسیم میگرده البته این تقسیم بندی تقسیم بندی مؤلف کتاب شماست که جای بحث و بررسی دارد خب تعریف لغوی شعر را برایتان گفتیم وارد تعریف اصطلاحی شویم یا تعریف علمی در واقع شعر شویم که شعر بین مردم در عرف عام به چه معنا هست در تعریف شعر در واقع به خیال انگیز بودن آن توجه شده پس شعر را چه میگویند؟ شعر سخنی خیال انگیز هر زمانی که شما یک سخنی داشتید یک بیانی داشتید یک متنی داشتید یک مطلبی داشتید،, داشتید که در واقع خیال خیالانگیز در متن شما موج میزد او را تحت عنوان شعر یاد میکنند خب آل خود شعر عناصری دارد که عناصر سازنده او به طور کلی عاطف است تخیل است زبان است موسیقی است و در واقع شکل است که انواع عناصر سازنده است که دوستان در مورد عناصر در سلایت های بعدی با همدیگر بررسی خواهیم کرد یک مسئله دیگه ای که دوستان در واقع معلف کتاب نویسنده ای کتاب برای شما مطرح کرده تفاوت شعر با نظم است در اسلاید قبلی گفتیم که انواع ادب در ادبیات دری به سه شکل است در واقع نظم است نثر است و شعر است البته به طور کلی به طور کلی او چیزی که قاعده زبان و ادبیات دریس این که میگوییم ما یک مطلبی که داریم یک نوشته ای داریم یک سخنی داریم از دو حال خارج نیست یا نوشته نظم است و یا نوشته نصر است نوشته در واقع نظم همون نوشته شعر است سخن خیالانگیز که از عناصر در واقع تشکیل دهنده شعر ساخته شده باشه و یا سخن نصر است که در واقع می رمان باشد می داستانک باشد میتواند در واقع اشکالی داشته باشد که ساختار قاعده دستوری زبان را رعایت کرده باشد حالی در واقع که معلف کتاب شما در این درس بین شعر و نظم یک تفاوت قائل شده و در واقع گفته که شعر نظم نیست و نظم هم شعر نیست حال دو تفاوتی که برای شما بیان کرده را بررسی میکنیم میگوید شعر چیست؟ شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته است پس یه دوستان یعنی ارتباط و تمزیج و ترکیب عاطفه و تخیل وقتی در کنار همدیگر قرار میگیرد تشکیل یک شعر میدهد عاطفه یک عنصر مهم در حوزه شعر است تخیل هم هست هر زمانی که شما حس خود را با عواطف خود در واقع ترکیب کردید ای تشکیل شعر میدهد در حالی است که نظم رو چی میگویم تنها سخن موزون و مقفا بوده و از عنصر عاطفه تخیل خالی و بدور است میگوین نظم چیست نظم در واقع یک سخن موزون است وزن دارد آهنگ دارد و از اون طرف دیگه قافیه هم دارد چون یکی از ویژگی های شعر چی بود دوستان این بود که در داخل شعر باید قافیه موجود باشد که بدانیم که این شعر در واقع از نوع نظم وقتی از نوشته شما این نظم شما دارای قافیه است دارای وزن است دارای آهنگ است ولی میگوید نظم برخلاف شعر که ما در بالا گفته بودیم که شعر عاطفه و تخیل رو دارد عاطفه و خیال را دارد ولی در نظم عنصر عاطفه و خیال موجود نمی باشد البته یک تصور است به نظر ما که عنوان یک معلم ادبیات دری شما هستم این مقایسه یک مقایسه بجا و مطلوب نمی باشد چرا چون شعر را وقتی می تعریف بکنیم میگوییم شعر هم یک سخنی است که موزون است یک سخنی است که مقفاس اگر شعر در واقع در داخل خود نداشته باشد قافیه را در داخل خود نداشته باشد سخن موزون را در واقع دیگر شعر نیست شعر که نباشد او را در واقع باید چه بنامیم نصر بنامیم و به نظر من معلم ادبیات دری این تفاوت قائل شدن بین نظم و شعر یک تفاوت درست نمی باشد مطلب بعدی دوستان در حوزه شعر تعلیمی است که می بدانیم که شعر تعلیمی چه ابعادی دارد و چه مزامین و محتوایی را در بر میگیرد. شعر تعلیمی را تحت عنوان شعر پنداموز شعر عبرت آموز شعری که به شما میخواهد یک تجربه را یک موعظه را یک پندی را یاد بدهد یاد میکنم شعری است که هدف شاعر در آن آموزش خواننده است آموزش خوانندگی نه دوستان اشتباه نکنید تا فکرتان باشد تواستان جمع باشد در واقع او کسی که تحت عنوان نویسنده یک اثر تعلیمی است، یک شعر تعلیمی است، میخواهد آموزش دهد، تعلیم دهد به او مخاطب خود که در واقع شما باشید. کتاب زیادی در حوزه اشعار تعلیمی بیان شده دو کتاب که سرآمد است شاهکار حوزه ادبیات تعلیمی است یکی مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی است که گفتیم شش دفتر دارد بیست و شش هزار بیت است کتاب و کتاب دوم کتاب بوستان سعدی شیرازی است که در واقع گفته شده 25 هزار بیت است این کتاب بوستان سعدی یکی از کتاب بسیار زیبند است میدانیم که کتاب بوستان و گلستان دو کتاب شاهکار حوزه ادبیات دری که متعلق به شیخ مسلدین عبدالله سعدی شیرازی می باشد حالا اگر نگاه بکنیم تمام اشعار دینی ما دوستان تمام شو... اشعار دینی ما تمام شعار دینی ما اخلاقی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی همه و همه در زمره اشعار تعلیمی قرار می گرن. پس تمام چیزهایی که دوستان در حوزه اخلاق است، در حوزه دین است، در حوزه اجتماع است، در حوزه سیاست است، در حوزه عرفان است که یک مطلبی را به شما میخواهد یاد بدهد در حوزه اشعار تعلیمی جای داده می شود. تقسیم بندی بعدی دوستان تقسیم بندی انواع شعر تعلیمی است خب به طور کلی دوستان میگوییم که یک تقسیم بندی دیگر نیز برای اشعار تعلیمی داریم و او از نظر چیست؟ از نظر موضوع است در اسلاید قبلی تقسیم بندی شعر تعلیمی را به محتوا بررسی کردیم گفتیم که شعر تعلیمی میتواند اخلاقی باشد میتواند سیاسی باشد میتواند اجتماعی باشد میتواند دینی باشد ولی موضوع اصلی که در واقع شاهکار و قانون مرکزی اشعار تعلیمی است بحث آموزش و تعلیم یک مطلب یا یک پند و اندرز است حالا دو تقسیم بندی بلاخاز موضوع داریم که میگوییم که یک شعر تعلیمی وقتی تقسیم می شود به دو شکل تقسیم میکنیم نوع اول موضوع آن آموزش علوم است یعنی حوزه علم هر زمانی که یک اثر تعلیمی بخواهد یک علمی را به مخاطب خود منتقل کند این می شعر تعلیمی در حوزه چی در حوزه علم بسیاری از آثاری که در ابتدا نوشته شدن آثار بسیار کهن کتابهایی بوده است که یک علم را به زبان چی بیان میکرده است به زبان در واقع چی دوستان به زبان علم بیان میکرده و شعر را به زبان علم به شما منتقل میکرده بسیاری از کتاب‌های صرف و عربی که دوستان میبینین کتاب هایی که در واقع در زمان قدیم نوشته شده در زمره کتابها جای میگیرد نوع بعدی دوستان این نوع دوم بود نوع اولش که موضوع اصلی ماست موضوع آن خیر و شر است که حوزه اخلاق را در بر میگیرد که در واقع وقتی ما در حوزه ادبیات دری به شکل امروزه از او بیان میکنیم میگوییم که ادبیات تعلیمی و خاصه شعر تعلیمی او اشعاری هستند که میخواد پند و نصیحت و اندرز بدهد یعنی حوزه اخلاق مهمترین حوزه کانونی در حوزه اشعار تعلیمی میباشد خیر و شر بدی و خوبی را به شما آموزش میدهد خب حال دوستان برای نمونه یکی از اشعار حوزه ادبیات تعلیمی را با هم بررسی میکنیم و میخوانیم که در واقع کتاب شما شعری را از کتاب بوستان سعدی شیرازی بیان کرده که در حوزه دوستان از نظر موضوع نگاه میکنیم در حوزه در واقع اخلاق است و از سمت دیگر به خیر و نیکی یاد میکند و موضوع اصلی ایشه در مورد گذر عمر است و انسان را نصیحت میکند و میگوید که عمر انسان در حال گذر کردن است انسان باید از عمر محدود خود کمال استفاده را بکند اطلاف نکند این عمر را و در مدد رسانی و کمک رسانی و خیر و برکت به مردم از او استفاده کند چرا را با هم میخوانیم و مرور میکنیم دریقا که بگذشت عمر عزیز بخواهد گذشت این دم چند نیز گذشت آنچه در ناسوابی گذشت این نیز هم در نیابی گذشت کنون وقت تخم است اگر پروری گر امید داری که خرمن بری کنون کوش کاب از کمر درگذشت، کنون کوش کاب از کمر در گذشت. نه آنگه که سیلاب از سر گذشت کنونت که چشم است اشکی به بار کنونت که چشم است اشکی به بار زبان در دهان است عذری بیار نه پیوسته باشد روان در بدن نه همواره گردد زبان در دهن قنیمت شمر این گرامی نفس که بی مرق قیمت ندارد قفس خب شاید های عزیز وارد بخش دوم میشیم در حوزه دستور زبان قاعده دستوری امروز که میخوایم با هم بررسی بکنیم تحت عنوان نشانه گذاری است که از اون نقطه گذاری یا تنقید نیز یاد میکنم حال نشانه گذاری رو چه تعریف میکنن؟ به کار بردن نشانه های مخصوص در متن برای فهم بهتر مقصود و آسانی و روانی برای خانش اومدتب پس هر زمانی که شما از یک سری نشانه هایی که استفاده میکنید البته نشانه گذاری دوستان بیشتر از که در حوزه قواعد دستوری باشد در حوزه قواعد نگارشی است وقتی شما میخواید یک مطلب را قشنگتر بخوانید سلیستر بخوانید معنا و مفهومی که نویسنده میخواد به مخاطب منتقل کند انتقال به طور کاملا مستقیم و درست و صحیح و کامل صورت بگیرد از این علائم استفاده میکنید از این نشانه ها استفاده میکنید هدف مهم نشانه گذاری چه دوستان همان طور که میگونه است سراحت و روشنی مفهوم جمله و عبارت هاست گفتیم که در ابتدای مطلب اگر بخواهیم مطلب نویسنده را صحیح و روشن و مستقیم در کنیم باید از این نشانه ها استفاده کنیم خب یک مفهومی داریم دوستان تحت عنوان پاراگراف که در حوزه علائم نگارشی بسیار مهم است و بسیار پرکاربرد است مجموعه از چند جمله است که یک مفهوم اصلی را شرح میدهد پس هر زمانی که شما چندین جمله در کنار همدیگر داشتید که این جملاتی که در کنار هم قرار گرفته پیوستگی معنایی دارد و میخواهد یک مفهومی را میخواد یک مطلبی را به طور کاملا سریح و روشن به خاننده منتقل کند میگوییم پاراگراف به طور معمول این مفهوم اصلی در جمله موضوع در جمله موضوع بیان میشود که اغلب نخستین جمله پاراگراف است پس اگر بخواهیم که موضوع اصلی پاراگراف را ببینیم جمله اول بیان کننده ای این موضوع است دیگر جمله های پاراگراف باید به شرح و گسترش جمله،, جمله موضوع کمک کنند که به آنها جمله های پشتیبان میگویند پس جمله های پشتیبان جملاتی که بعد از جمله اول جمله اصلی در پاراگراف ذکر میشه و توضیح و تشریح بیشتر موضوع است برخی پاراگراف ها یک جمله نتیجه گیری هم دارن که نظر اصلی پاراگراف را خلاصه میکنن یا نکته مهمی را درباره آن یادآور میشوند پس در کنار که ما گفتیم دوستان یک جمله موضوع داریم یک جمله پشتیبان داریم و یک جمله نتیجه گیری داریم پس سه شکل داریم سه نوع جمله در داخل یک پاراگراف موجود است یک جمله چیه جمله موضوع است اون موضوعی که در قالب این پاراگراف میخواهد بیان شود در اولین جمله پاراگراف آورده می شود بعد چندین جمله ذکر می شود یا ممکن است یک جمله باشد یا دو جمله باشد یا سه جمله یا سه بیشتر باشد که این جملات را تحت عنوان جملات فشیوان بیان می کنیم. توصیف کننده تشریح کننده جمله چیه جمله موضوع است و ممکن است در انزاهای پاراگراف شما یک جمله چی داشته باشیم نتیجه داشته باشیم که جمله نتیجه چیه جمله نتیجه در واقع ماحصل و نتیجه نتیجه کل پاراگراف در انتها در قالب یک جمله بیان می شود. معمول در پایان پاراگراف می آید نویسنده در نوشتن همه این جمله ها باید مفهوم واحدی را با نظم منطقی بیان و تشریح کند پس این وظیفه نویسنده است که اگر میخواهد یک مطلب را به خواننده خود به طور کاملا درست منتقل بکند باید پیوسته در حوزه معنای جملات را فراموش نکند خب حال خود پاراگراف را دوستان از نظر ساختار بندی نگاه بکنیم از نظر شکل از نظر مضمون و محتوا در سایت قبلی پاراگراف بیان شد حال میگوییم که پاراگراف به ساختاری اگر ببینیم در داخل یک جمله پاراگراف را چگونه تشخیص بدهیم بیان میکنیم نخستین سطر آن با فرو رفتگی معمولا چقدر معمولا یک سانتی متر به طرف داخل صفحه شروع می شود وقتی شما میخواهید یک پاراگراف رو شروع بکنید برای شروع یک مقداری نوشته شما در سطر اول در خط اول نسبت به خطوط پایینی باید یک مقداری جلوتر باشد یک مقداری جلوتر مقدارش چیست نیم سانتی متر از نظر دستور نگارش هر پاراگراف مطلب کاملی را که متشکل از چندین فکر یا چندین جمله است نشان میدهد ساختار نگارشیش را در قالب یک مثال برای شما بیان بکنم نگاه کنید دو سال مثال میزنیم چی مثال نگاه میکنیم که ما پاراگراف داریم اینجا یک پاراگراف دو سال. نگاه کنید این شکل ظاهری این میشود یک پاراگراف پایینش هم یک پاراگراف دیگر داریم حالا میخوایم بررسی کنیم شروع پاراگراف را نگاه کنید دوستان خط اول سطر اول پاراگراف یک مقداری فاصله داده شده نسبت به چی نسبت به خط بعدی یک یک و نیم سانتی متر داخل آمده داخل آمده نگاه کنید فاصله گرفته مصنوی معنوی سر... سروده مولانا جلال الدین محمد بلخی اثری است عرفانی که در 6 دفتر و حدود 26000 بیت است این اثر عالی ترین منظومه تعلیم در سراسر قلم را و شعر دری به حساب می آید نگاه کنید جمله اول ما که نگوی مصنوی معنوی اثر مولانا است این جمله اول دوستان جمله چیه این جمله موضوع ماست موضوع ما در مورد چیه در مورد کتاب مصنوی معنوی است بعد میگوید که اثری است که در 6 دفتر و بیست و شش هزار بیت است این میشد همون جمله پشتیبان توضیح میده تشریح می‌کند. در واقع چرا خود در واقع مطلب رو بعد در انتها هم میگوید که این اسد در زمره آثار مهم حوزه در چیه؟ اشعار تعلیمی بیان می شود این جمله نتیجه و خلاصه بحث این پاراگراف است بعدی هم نگاه میکنیم دوستان پاراگراف بعدی هم با یکونیم سانتیمتر در داخل شروع می شود. یک مقدار فاصله است بعد جمله دارد جمله اول دارد جمله پشتیبان دارد و جمله نتیجه دارد در این درس یک حکایت شیرین با عنوان درخت بقا از این کتاب انتخاب شده است خب پس بحث ما در مورد چیه موضوع ما در مورد درخت بقا بعد نکته های بسیار خوبی از آن می آموزیم پس این جمله میشه تشریحی تشریح می کند که این درخت بقا را که می یک سری مطالب و نکات جدید را قرار یاد بگیریم خب هدفی درس چیه؟ پس میشه جمله نتیجه هدف ما ایجاد علاقه و آشنایی باشیه با با مصنوی معنوی است خب شاگردای عزیز کار خانگی جلسه آینده شما نشان گذاری را تعریف کنید و هدف مهم آن را بیان کنید. خب شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم در پایان جلسه امروز رسیدیم درس امروز ما در حوزه اشعار تعلیمی بود با این مفهوم و انواع آن آشنا شدیم و در حوزه قواعد نگارشی با عبارت و مفهوم نشانه گذاری ما و شما آموختیم یک مطلب جدید را خسته نباشید شاگرد عزیز مانده نباشید کانال ارتباطی ما به نمبر 2964 780 255 40 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما در حوزه ادبیات دری از برنامه مکتب هادی خواهیم بود عزیزان جان خداوندیار و نگهدارتان